درود بر شما عزیزای دلم، فدای شما من بشم. من داشتم تاپلده رو بچاگی نگاه مینداختم که یهو چشم خورد به چه کسی، به چه پلیری. اویاسو دوستان من بعد از چندی ماه برگشت توی کلش رویال، باورم نمیشه. اویاسو نه توی یوتیوبش فعالیت داشت، این نکته رو بگم، یوتیوب اویاسو از محمد لایت بالاتره. محمد لایت 217 کا ساب داره ولی اویاسو 534 کا بچه، دو برابر محمد لایت. این 727 هم 200 کا داره، رایلی هم 178 کا 200 کا داره، ایراگون بچه 100 کا داره، اصلا در حد اویاسو اینا نیستن. یوتیوب اویاسو 500 خورده کا ساب داره ولی با این وجود فعالیت نمی کرد. 7-8 ماه بود که کلن مثلا 3-4 تا ویدیو گذاشت، بسیار فعالیتش کم بود ولی مثل این که برگشته و داره ویدیو هم تو یوتیوب آپلود میکنه. حالا با چه دکی؟ سال پیش میاد این اویاسوی که بعد از 7-8 ماه اومده با چه دکی داره بازی میکنه؟ که رفته نفر یک، این شما و این دی 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 رین. این ترکیب دوستان من خوب ترکیب خیلی ناماشناییه. توی فصل پیش بین 10 نفر برتر جهان 6 نفرشون با این ترکیب بازی میکردن ولی خب بعد بالانس آخر و آپدیتی که اومد تسلاش ضعیف شده، لیتل پرنسش هم ضعیف شده، تسلا و لیتلش بچه ضعیف شده. میتا هم پر این کارت گوبلین ماشینه، گوبلین ماشین هم بسیار این دکا اذیت میکنه. نمیدونم چی جوری، واقعا نمیدونم اویاسو چطور تونسته با همشینده که بیاد رنگ یک بریم تسو بررسیشو بچه داشته باشیم ببینیم آخو این دک هنوزم جوابه یا نه. بعد آپدیت و بالانس نابود شده، من که ندیدم به من بخوره بچه، من که بعدی آپدیت الان تک دکی بغیر من ببینم فکر نمی کنم دکه اصلیش باشه چون بچه بریلش 13. آره این دکه اصلیش نیست، به نصرش و بریلش لیولشون کم بود. نفر سوم، او نه مثل که استفاده میشه ولی خواهی مانه پویزنه اما خیلی فرقی به اون نداره، چه جالب. نفر چهارم، مانه پویزن چه جالب. اینم که همچنان متا جاینته، اصلا خبری از گابلین ماشین نیست. فکر کنم چون گابلین ماشین رو نتونستم مکس بکنم نمیارن، فکر کنم چون وگرنه تو گرم برم پر بچه به خدا پر گابلین ماشین تو گرم، طرف تو گالم آورده اسکلتش تکامل گابلین ماشین آورده تو گالم، چه جالب. بریم محمود دکی اویاسو تو گرم چند تا بطل بچه بزنیم ببینیم جواب یا چی. هیچی دیگه دوستان من ندارم، بریم تسو بررسی شد داشته باشیم. نمیدونم، واقعا نمیدونم عزیزی من. بچه ها میپرسن محمد دگر هنوز قویه؟ دگر هنوز بهترین تاور تروپ بازی هستش؟ مکسش بکنیم بله فوق‌العاده است. من خودم به جز دگر امکان نداره با کارت دیگه بازی بکنم، با تاور تروپ دیگه بازی بکنم. نایت از بک، این کارت، این شرک یا همین گوبلین دینامیت انداز، این شرکه ما را اذیت نمیکنه ولی اون بچه اون بومبنداز ما رو بیچاره میکنه. آخ 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 یا خدا، اینو شکارش کنیم ما جوجو. نگاه کن گرفته رو تاور، واو یه من گرفته رو تاور، مفلش چقدر مفتمش میزنه بچه، چقدر اون کارت مفتمش میزنه بچه، باید نایت منو میزد که شافت. خب اینو با لیتل دفاع میکنیم. اوهو لعنت، چی اسپل زیاد داره اون دیگه مقابل بچه ها، زب داره یه دونه ابلیتی اینجا، اوه زبشو زد، ای کاش فعال میشد ابلیتی. البته نه، اون شرکو داشت، شرک اسپلش میشه، نه شرکو داشت. پنسس مرشلان مخالف از رو پول نمیرم، دکش وحشیه. خب شرک میندازی، حواشم نبود، البته میشم نشد لنچی. البته خوبه، خیلی هم بد نیست چون تسلا رو بچه نمیتونه بزنه، تسلا رو خیلی نمیتونه بزنه. اینجا دونه راکت تسلا از اینجا،
یه بمبش میخوره. آره یه بمبش خورد. خوبه. ما دمج بهترش دادیم بچه ها. اینجا دونه راکت. رمرودر باف شده. این اگه رمرودر قبل باف بود من با نایت و تسلا دفاع میکردم. ولی چون باف شده نمیشه. دیگه بچه نمیشه رمرودر هاشون دفاع کرد. هر چیز نمیشه رمرودر هاشون دفاع کرد. خوبش اینه که اسپر سنگین نداره. اگر بتونم پرنسس رو زیاد بکنم میشه زده شاره. خوبه. خیلی هم خوب نیست. سخته بابا. بکنم فقط اینجا راکت بتونه نجاتمون بده. اینجا دو بچه راکت. خوبه. کارتون کن از کجا به تابل من دمج زد. من باش روش راکت زدم. باز میبینه از کجا به تابل من دمج زد. آخه این چه بچه آخه. این چه کارتی آخه. اینا چیه شما ساختین آخه. اینا چیه شما وارد بازی کردین آخه. این دیگه چه بچه. خب من چی کارش کنم بچه خدا وکیلی من چی کارش کنم. یه دونه ابلیتی اینجا الکتور اسپید نمیشونم تسلا بمیده ولی فکر نکنم بتونم. وای خیلی سخته بچه بازی جلون دیک. اسکل تکامل باشه نایت چون نایت میره اینجا. او ایویز رفت اسکلتا اسکلتا ای ماشال اسکلتا. یه لاک بچه این مفلش دینامیت اندازه چیه اون کسافت پرنسس اینجا دینامیت اندازه پرنسس همو زد. تک تک کارتاش بافه از پکاش بگیر همه کارتاش بافه کشافت. راکت بچه اینجا مفلش مفلش مفنگی تا میتونم میخوام تسلا بدم بلکه بتونیم دفاع کنیم. تازه فکر کنید نرف شده بچه این فکر کنید دیروز 67% دمج بیشتر میشهد. تسلا دارم تسلا چون زیاد رفتم دارم نگران نباشیم. پرنسس اینجا لیمی که اول کار گفتم دیگه گفتم اسپل سنگی نداره پرنسس رو زیاد بکنه میشه زدهش همینطورم شد. پرنسس رو زیاد کردم بر بازی بچه و مسلطم خوبم بازی میکنه که شافت من پروفایلش رو میبینم خوب بازی میکنه پلیل خوبیه. یلو نایت اینجا راکت رو آخه نیازی نیست اسپل سنگین که نداره بدبخت نیازی نیست به راکت بزنی باشه. یلو نایت بچه اینجا تمش دفاش از ضعفش استفاده کردم بچه ما هم از ضعفش چیه اسپل سنگین بچه رو نداشت تا تونستم پرستش انداخته این بیمش بکنیم مفلش می 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 مفلشه مفنگی خیلی سخته. فقط گابلین ماشین آهی مثلا به جه گابلین ماشین هر کارتی داشت مثلا اذیت نمی شده گابلین ماشین شافت گابلین تریلی این اصلا گابلین ماشین نیست این گابلین تریلی بچه مفلش. تسلا رو فرست پلی میکنیم فکر کنم بازم گابلین ماشین سایکل باشه میبینیم میبینیم بچه توی گرم پر گابلین ماشینه ولی خب تو لدر اینجوری نیش ولش کرده ولش کرده. یه راکت بچه اونجا او به این تش چهار تا گابلین میشه خوبه. خب در اکسی شماری عقب هستیم در دمه جلو هستیم بله ولی تو دلتون بخواد در اکسی شماری عقب هستیم. این از دکه قبلی به مراتب زدتره چرا که خب کالکتور داره و ما راکت داریم. این لاک بچه اینجا کالکتور بره فورا ماده از روپول پرنسس بره اما ما چرا پرنسس چرا که نتونه چیز بکنه از اینجا نتونه آینه بکنه کالکتورشو که آینه کرد آینه کرد آینه کرد خوبه نکنم پرنسس بمیره پرنسس نمود ولی گوبلینایی که من انداختم پرنسس همو کشت. در اکسی شماری عقب هستیم راکت همو قصد ندارم بزنم رو اون چون الان پر میکنه راکت توی دفاع نیاز داریم. خب بدون نایت اینجا نه نمیخواد پر کنه نمیخواد پر کنه نه شده پر کرد خب ریجشو زد سر اینجا بچه شکرتوی تکامون داشت دفش خوبه
تموم نشده بچه، تموم نشده، خیلی مونده، خیلی مونده عزیز جان من، خیلی مونده. اشبال خیلی فنی زد، اشبال خوبی زد. اشکلتا، اشکلتا ریش بچه نداره، ریش بچه نداره. اشکلتا به چشم تموم ها. آها اشکلتا هنوز زندن، اشکلتا بچه هنوز زندن. نه دیگه مرده، دیگه مرده. اشکلتا بچه خدا وکیلی دمشون گرم. فاصله گابلین ماشین تا پرنسس رو زیاد کردم که از زیادم نکنه راکت بچه رو پکا مشکل رو بینش. تسلام چون تکامل میزنم، تنها عاملی که باعث میشده که مقابل و زد پرنسسه. اشبال خاصی واسهش نداره، فقط پرنسس، فقط بچه پرنسس. میبینیم سخت میتونه پرنسس رو بزنه. دوباره بچه پرنسس، تنها عاملی که باعث میشه من این دکو بزنم کارت پرنسس هستش بچه. خیلی عالی. میبینی حریف قبلی پلیگر بود، میشه اینا رو زد. حریف قبلی من به شما گفتم پلیگر خوب بازی میکرد. خیلی تمیز این بطلو مال خودمون کردیم. دوستانی که از دفاع بی نظیر شدو جگرشون آلو من تو کامنت ها بنویشن آفرین شدو، هم با همین لحن، با همین لحن آفرین شدو، همینجوری باشه تو کامنت ها بنویشین آفرین شدو. مرسی. خب پروفایل این مفالس رو ببینیم. مفالس بچه جمع مفلشه، مفالش بیشمین داشت، این مدی بهتر بازی میکرد، این بهتر بازی میکرد. نه جفتشون زیاد رنگ خاصی نداشتن، ولی پلگیر اول واقعا منو ویدیو رو بچه دیدیم دیگه خیلی تحت فشار گذاشت. واقعی من حواسمون رو بچه رو جمع میکنیم. حریفمون رنگ لده زده، لاغ آماده هست واسه اسکلت، این چرت و پرت همه چی تسلا داره. تسلا با اسکلت های تکامل چی دهی ندارم، دکشو نمیدونم. فکر کنم تسلاش هم تکامل دقت نکرده هم خود دریله، دریله. مشی دفاع فنی از شدو چیز نندازی، مجیکاچه نندازی. نه نه نداخت. خب پرنسس لاین مخالف، پرنسس لاین مخالف احتمالا پوزیشن بزنه خوبه. ریتلو میدشی، ریتلو میدشی خوبه. دلیل با پوزیشنی پش این نایت اینجا که ریتل دمش بچه رو نخوره، تسلاشو میدازه، کاری نمیشه کرد، کاری نمیشه کرد، کاری هم نکنیم بهتره. یه تسلا اینجا بیم کنم بدون اسکلتو الکتروسپید کافی باشه. میشه. خب اوزا بچه بد نیست، اوزا بد نیست، فعلا بازی دست ماست، ولی دریل دیگه دوست دارم. دریل در یک چشم هم زدن ورقو میتونه برگردونه. دریل با کشی شوخی نداره. او میتای دریل همش، دریل معمولی نیست. اشاف باید لاغر زره زودتر زدم باشون اشکلت های تکامل. وای من شقه ترسیدم آجی جانم، شقه ترسیدم عزیز جانم. واقعا هم ترس داشت، واقعا هم بچه ترس داشت. لنه چی دم الکترو اسپریت گرم، یه لحظه بچه قلبم ریخ. شقه وحشی هم اشکلت ها. ادم نایت از بک شرایط بچه معیب بکنیم، کنترل بکنیم داشتانو. خب پوزنش رو زده، فکر میکنم موقعیت مناسبی باشه راکت باشه، چون میدونستم پیش بینی میکنه پرنسس ننفته، اونم راکت بزنیم بهتره. پرنسس تاور سمت چپ که اگر پوزن هم زد رو تاور سمت چپ بزنه، خیلی اون تاور رو اذیت نکنه. الکتروسپید اینجا بشیدن لاغ دفاع بی نظیر از شده. باز تسلاش تسلا میرم، چون من نیازی به تسلا جلوندک بچه ندارم. مرسی که لاغ تو زدی، پرنسس رو بچه رو نمیدیم. یه دونه پرنسس اینجا، یه دونه نایت الکتروسپید باشین اسکلتا. اینجا بچه راکت نمیذاره پرنسس بره. من هم تصمیم گرفتم راکت شاکت بکنم. آره
نه از جایی پر ارزش برم راکت میزنه. اینجا از هر جا پر ارزش بری تسلا میزنه باشه. تسلاشو فنگی رفت. پس ما از اینجا پر ارزش میریم. وای وای. وای اسکلتوی تکامل بیچارم کردم بچه و اسکلتوی تکامل شدو رو دارم بیچاره میکنن. چی کار به شدو دارین اخی؟ اشافتا عجب باطل سختی شد آخه تو این وینه گرند چلن چون همچی پلیگری میندازی عزیزم. اوه این دیگه چه باطلی بود. وای من این دیگه چه بطری بود آخه. من چرا سر این گرند دارم اینقدر زیاد میشم؟ من نمیفهمم مگه من وینه 11 گرند چلنجی هم این چه بطری بود به من انداختی عزیزم؟ من این چه بطری بود به من انداختی؟ نفسم بچه نه جدا شوخی. باطل سختی بود بچه ها. دوستانی که مثل شادو نفس زدن با باطل باطل توی کامنتو بنویشن. نفس بچه ها که مثل من نفسشون بارو نمی اومد توی کامنتو بنویشن. دوستانی که توی بر ویدیو رفته بودن و مثل من داشتن تمرکز میکردن تو دفاعی انجام بشود توی کامنتو بنویشن نفس مشی. آقا بطری با مزه بود. بینیم پروفایلش رو ببینیم. خیلی خوب بازی میکرد که 600 داشت. آره خوب بازی میکرد واقعا. بچه بازی رو دیدیم. خدا وکیلی دریلاشو تمام دریلاشو عالی دفاع کردم. من تو یک دریلشو هم بعد دفاع نکردم. اگه دفاع میکردم یه دریلو بعد بازی رو میباختم. دیگه جوابی ولی بچه بیچاره میکنه تا وین بگیری. پیر شدم وای. دیگه جواب قویه ولی اسکیل میخواد. اسکیل بسیار بالایی هم میخواد. خیلی سخته. لاگ آماده هست واسه اسکلت. واسه هر چیزی که فکرشو بکنه. گابلین گنگ. خب ما هم چرا تسلا میری؟ که خوبم دارک دفاع بشه و همین که اون نایت هم دفاع بشه و هم تکاملش باشه ما فعال بشه تشلا همه جوری بشوده باش. پکا دارک برنس و نایت. خب پکا اون دارم گابلین ماشین نداشته باشه. پرنسس لانه مخالف. پرنسس همشه با فاصله از لیتل بندازین کنار هم بندازین گرفتاری. ابیلیتو نمیزنم نایت میدازم. نباید بزنیم ماجیک بچسبه بچه ها. خوبه یه ابلیتی بچه اونجا. خدا وکیلی فنی نبود از ایجان. الله وکیلی یه دونه پرنسش. اکسیرش خیلی کمه. خوبه خدا وکیلی بچه فنی نبود. الله وکیلی فنی نبود. دفاعی بود. خب پکا گابلین ماشین هم گویا نداره. ورژن همون قدیمی پکا هاست. همون نایتو پویزن هم داره. اوکی میشه زدش. اینو میشه زد. اولین باری که اذیت قرار نیست بشیم. خوبه نایت از بک. باطل قبلی اسکلتا بچه منو پیل کرده. واقعا باطل قبلی اسکلتا اذیت هم کرده. میدونستم این کارتو میری تسلا اینجا
بهترین موقع باش برم شش هم بینه چون تسلا رو داریم. اسکلت های تکامل چنان پکا میره اینجا میشی مثل پیش بینی الان زب میشنه خوبه. چی اکسیری ازش کشیدم بیرون با همین پرنسش بچه رو چی اکسیری کشیدم بیرون. یه ابیلیتی اینجا نایت از بالا که ماجیک نندازه این هم لاغ بچه باسه اتمینان زب نزنه بخ تسلا اینجا سری پرنسش بیشتر پرنسش میرم نمیخوام راکت بزنم بیشتر سعی میکنم با پرنسش دمج بدم. عجب دار گرفت عجب دار گرفت دارکه هم لیتل رو زد و هم پرنسش رو دوباره بچه پرنسش ایوه فکرشو نمیکرد پرنسش برم الکتور اسپریت ایوه عجب الکتور اسپریتی بود بچه با آورم نمیشه چه اسپریتی بود احتمالا اینجا راکت بزنم اگه بتلدم بیاد. آره اینجا راکت میزنم بعدش هم زپشو بعد چون زده زپشو زده اسکلتو میریم خدا وکیلی الکترو اسپریتو داشتیم بچه ها پرنسس از رو پول نمیدم این بار پیشبینی میکنی چرا مزه میده وای بازی بایندک چه خوبه خیلی بچه بازی بایندک مزه میده اصلا قشنگ همه چی رو پیشبینیه خیلی مزه میده. تسلا از بالا سر اینجا پرنسس الان فکرشو نمیکنه رو ماجیک آرچر اگر مثل این دک فای بال ندارین دابل لاگ بزنیم ببینیم. میخوام دو تا لاگ روش بزنم اگر زنده بمونه که نه لیتل زدش این بار دستم خوب خون سر اینجا اسکلت های تکامل زب داری بعد زب نداشت اینجا کارش تموم بود. اینجا نیاز به هیچی نیست زیاده روی هم تاشه که پرنسس اینجا اینا زیاده روی باشه این کارهایی که داره انجام میده زیاده رویه همه این کارهایش رو باش پرنسس با فاصله تسلا بالا اسپریت اینجا دوره بچه لاغ لاغ و جوری میزنم که به تاورش هم بخوره سری پرنسس و نایت ابیلیتی لیتل مرسی الکترو اسپریت اوز میخوام این الکترو این الکترو ویزاردش هر سری بچه مچر میشه واقعا الکترو ویزاردش هر سری خیلی اذیت میکنم تمام کارش عالی به این میگن یه بطل حرفی عالی بود واقعا این بطل عالی بود تمام بچه و بطل های این ویدیو خدا وکیلی رمز داشت دوستانی که از این بطل لذت بردن توی کامنت ها بنویسن عالی واقعا این بطل عالی بود پیشبینی هایی که کردم دفاعی که انجام دادم یعنی فصبانی حقم داره زدشون بچه ها دروغ چرا من اول ویدیو چی گفتم گفتم گابلین ماشین نداره میزنیمش اینو میشه زد زدش اصلیم بریم واسه بطل بعدی دکه سختیه ولی همونطور که میبینی خیلی لذت بخش بازی باش پرنسس فیس پلی لاک واسه گوبلین و اسکلت آماده است او فیلیوین تشکر ای والبین اسکلت ها عجب اسکلت های همه اسکلت ها باش شدن پرنسس یکی دیگه همه اسکلت ها باش شدن دوتا بیشتر بزنه خدا بودو برکرد ناش دوستان من از اقام فکر کنم متای جاینته با همون وید و پیرینس هم توش میارم امیدوارم گابلین ماشینه رو نداشته باشه فقط امیدوارم گابلین ماشین نداشته باشه خوب آخ ویزارد این ویزارد بشه دکه این دکه ما رو خیلی اذیت میکنه الکترو اسپریت هم نپرید همیشه این الکترو اسپریت من بچه به تیری به ریجی با یه چیز مسخره میمیره همیشه دکه اصلیم هم همینه همیشه اسپریت های من با تیری ریجی اما از خره بچه میمیرن خیلی پیش اومده واقعا چرا اینجوریه اون دک اذیت کننده ترین کارتش واسه ما چیزه بچه ها فکرت من پرنسش میرم اذیت کننده ترین کارتش واسه ما اون ویزارد تکامل هست هیچ کارتی به اندازه که ویزارد تکامل نمیتونه ما را اذیت بکنه. خب تسلا اینجا
به نشه شروع کنم میخواد ول کنه، یا مثلا روش تیر میخواد بزنه، فکر کنم راکت بچه اینچه ایوان به این میگن دفاع. پرنسس نمیرم چون پیشبینی میکنم، هنوز نمیرم پیشبینی میکنم. میبینی این بار از دقیقه بخواد نایت فیش بره یه راکت حرامش میکنم، نایت رفت. خب نایت رفت نمیتونیم کار کنم. ویده خوبی جه، ویده خیلی خوبی جه. خب گفتم این بار نایت فیش بره یه راکت حرامش میکنم، این کارم انجام میدم. پرنسس اینجا اینجا دونه نایت لیتل نمیخوام بمیره، حتی امیدوارم نمیره. مرسی دفاع از لیتل. اینجا پرنسس بعدی ابیلیتی لیتلش بری بچه نداره. اینجاست که دک من قدرت خودشو نشون میده. از اینجا مجبور شد بنده خود جاگینت بره. تسلا از اینجا اسکلت از اینجا. الان وقت پرنسس بعدیه. الان که تسلا و نایت داریم که پیش بینی کرد که شافت خوب بازی میکنه، آن خوب بازی میکنه. الان وید میزنه رو تسلا. حالا که وویدتون نزدی نمیذارم تسلا بمیره، که البته خب اون ویزارد نامرد تسلا رو انداخت. چلی بچه پرنسس الکترو اسپید باش فیشیر من. همین خیلی معطل میکنه فیشیر من و همین اسپید بچه رو. این راکت بچه اونجا دفاع شو. اینجا پرنسس بازم پیش بینی کرد. گرانچه سخت شده، قبلا وینوی اول اینقدر سخت نبود. بعد شد داستان چیه؟ گرانچه من سخت شده گرم. تسلا اینجا، نایت واسه وید، اسکلت واسه وید. نمیخوام وید بخوره. خوبه خوبه. خب دو تا راکت بزنیم کارش تمومه، ولی میکنم که یکم عجل یکم زیاده روی باشه. این راکت بچه اینجا وای به ویزارد نخورد، ولی مشکل نیست، ولی مشکل نیست. ابیلیتی اینجا سری پرنسس باشه خوفاشا. خب وید بچه نداره. تمشت ابلیتی اینجا تمشت. خیلی تمیز تونستیم این مطور رو بچه رو وین بگیریم، کاملا مسلح تونستیم این علیف هم شکست بدیم. به چه نتیجه رسیدم؟ دکته که جوابیه. همونطور که دیدین خب ما تونستیم کل ترکیب رو دفاع بکنیم، جلویش کدومشون ضعف زیادی نداشتیم، گرچه که گوبلین ماشین کم اذیتش میکنه، ولی به طور کلی دک همچنان دک جوابیه. لیتل نرفی که مثلا بگیم آقا دیگه بلا استفادهش نشده. لیتل مثلا چه نرفی بهتون بگم، چه کارتی بلا استفاده شده نمیدونم. لیتل نرف خیلی سنگینی شده ولی بازم میشه استفاده کرد، میشه استفاده کرد. این از لیتل. تسلا تکامل هم نه، تسلا اوکیه، نرف شده ولی اوکیه. تسلا اوکیه، تسلا بالانس شده، تسلا واقعا کارت جواب و تکامل خفنیه. دیگه اوکیه دیگه، ولی اشکیل میخواد، ولی برشو مهارت میخواد. من خودم دیدین که نفسم بالا نمیومد، بسیار بطل رو سخت میزدم. کلا راکت سایکل برشو سخته، خدا وکیلی انصافا سخته. میتونه بری سمتش دیگه آینده داریه. کلا برشو با این دیگه شما حرفی بشین مثل من، من مگه با این دک بازی میکنم؟ به هیچ عنوان. ولی چون دک اصلیم تسلا داره، لیتل داره، نایت خیلی بازی کردم، لاک خیلی بازی کردم، اسکلت تکامل خیلی بازی کردم، با این دکا بازی بکنین کلا متا رو هم میتونین خوب بازی بکنین. یعنی با این کارتای پر استفاده بچه شما اگر بازی بکنین به دکای دیگه هم فرد روزی مسلط میشین. الان من خیلی با این دک خوب بازی کردم، به خاطر این بود که ترکیب اصلیم هم تقریبا همچین کارتایی داره. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم درست شاید خیلی
راحت نباشه، ولی وقت بذاریم، وقت بذاریم میارزه. دو سال دیگه میگین خدا رو شکر 4 تا دیگه زیادتر میتونم پلی بدم. مجرم متوجه میشی؟ تک تک دیگه نیستی. در هر صورت انتخاب بچه با شماست. اینکه ادامه گرند و هم با چه دکی بزنیم توی کامنت ها واسه من بنویسین. حتما کامنت ها رو میخونم و اگه دکو انتخاب میکنم. عزیز دل منی، تاج سری، دمتون گرم که ویدیو رو دنبال میکنیم. واسه شما زفت میشه دیگه بچه، واسه شما زفت میشه. دیروز 1000 ویدیوی کانالمون آپلود شد. حس خیلی عجیبی بود. دمتون گرم که نگاه میکنه. دوستان من میگم محمد ویو کمه، بروی کامیونیتی دیگه پتانسیلت بیشتره. این که خب محبت داریم، حالا منو با استعداد میدونیم بچه محبت داریم، ولی خب من دوست دارم، من قبلا هم گفتم افکار زیادی توی سرمه، کارم هم بگیره، افکارم عملی شد، اصلا اتفاقم افتاد، اون اتفاق بزرگ، بمب بزرگ باشم، ترکی دو کارم گرفت، بازم من دوتا کلش رالیمو بچه خواهم گذاشت. به شما قول میدم حداقل تا 2-3 سال آینده حداقل در خدمت شما هستیم. تاج سر من این، با هم دیگهش میکنیم و با هم دیگه هم پیشرفت میکنیم. خود من تا هم 6-7 ماه پیش نرن که لدر داشتم، نرن که تور داشتم، ولی با هم دیگه داریم میتره کنیم بچه. قربان شما بشم، ویدیو رو دنبال بکنین، واسه من بتل ارسال بکنین، با دکایی که من میزنم شما هم بازی بکنین، ویدیو ارسال بکنین، با هم دیگه میتره کنیم. تا ویدیو بعدی درم که نمیاد، اما خدا نگهدارتون باشه.